بحران مسکن در تهران، از پشت بام خوابی تا ماشین خوابی. تهران شهر آرزوها برای بسیاری، اما در همین تهران برای میلیون ها نفر رویای یافتن خانه به یک کابوس تبدیل شده. آنچنان که رسانه های حکومتی نوشتند، زمان انتظار صاحب خانه شدن کارگران 500 سال است. خبرگزاری حکومتی اینا روز دوم مرداد 1403 نوشت قیمت هر متر مسکن در تهران بیش از 7 برابر حداقل دستمزد یک کارگر است. 7 ماه دستمزد کامل و دست نخورده یک کارگر فقط 1 متر مربع مسکن در تهران می شود، آن هم در یک محله ضعیف و یا متوسط. در حال حاضر بدمسکنی به بدترین وضعیت در دهه های اخیر رسیده و طبق آنچه داده های رسمی و گزارش های رسانه های حکومتی می گویند، سیر سقوط شهروندان از ارتفاع مسکن شایسته از سال 1400 کلید خورده است. یعنی درست از زمانی که آخوند رئیسی وعده داده بود سالی 1 میلیون مسکن برای شهروندان بسازد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در اردیبهشت ماه منتشر کرد، بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند. بدمسکنی در اوایل دهه 90 معادل 33% بوده، اما در پایان این دهه به 55% رسیده است. ایلنا در توضیح این وضعیت نوشت برای مثال قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذر ماه 1401 نسبت به 5 سال گذشته در ماه مشابه آذر 1396 بیش از 844% افزایش یافته است. تورم 844% مسکن، آن هم فقط در طول 5 سال، یک رکورد بی سابقه از گرانی ضروری ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است. حکومت در طرحی مسخره و غیر کارشناسی تحت عنوان نهضت ملی مسکن ادعا کرد که می‌خواهد با این طرح مشکل مسکن طبقات فرودست را حل کند. در این طرح متقاضی باید در ازای دریافت مسکن 700 میلیون تومان بازپرداخت کند. حال با یک حساب ساده و سرانگشتی می توان به پوشالی بودن این طرح شکست خورده پی برد. متقاضی باید در دوره 20 ساله ماهانه 10 میلیون و 803 هزار تومان اقساط پرداخت کند. حال مردمی که از پس پرداخت اجاره خانه حتی در شهرستانها هم بر نمی آیند، چه برسد به تهران، چطور می خواهند هر ماه نزدیک 11 میلیون تومان قسط بانک نهضت ملی مسکن را بپردازند؟ حتی یک کارگر متخصص هم که ماهی 18 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در بهترین حالت باید ماهی 8 تا 10 میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان 70 متری بپردازد و باز هم در بهترین حالت ماهی 8 تا 10 میلیون تومان برایش می‌ماند که با آن نمی‌تواند یک سفره ساده برای خانواده فراهم کند، چطور در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کند و ماهی 11 میلیون تومان قسط بانک بدهد؟ نتیجه سیاست‌های ضد مردمی این حکومت باعث شده تا کارگران کارخانه‌های حاشیه‌ای تهران که غروب‌ها بعد از پایان شیفت کاری مسافرکشی می‌کنند تا خانواده‌شان گرسنه نخوابد، شب را در صندلی عقب ماشین و یا پشت بام متروکه‌ای که اجاره می‌کنند بخوابند. حق داشتن مسکن و پناهگاه مناسب از حقوق اولیه هر انسانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده. برپایی تجمع‌های اعتراضی برای مطالبه این حق، حق مسلم تمامی اقشار و مردم محرومی است که هیچ جان پناهی ندارند.